سلام، سرخط خبرها. رهبر طالبان از سنگسار زنان در محضر عام اجرار داد. قتل یک نظامی ارشد جمهوریت دوست طالبان. خراسان در دستر بزرگ برای جهان و انتقاد اسمان تا از لابیان طالبان. ادامه رویدادهای شامگاهی از خراسان اینترنشنال. حبت الله میگوید که طالبان همان طوری که 20 سال با دموکراسی جنگیدند آمادند 20 سال دیگر نیز بجنگند تا شرعیت اسلام را در زمین اجرا کنند. و همچنان افزود که خلاف دموکراسی غرب زنان را در محضر عام سنگسار میکنه. جنگجویان طالبان یک نظامی ارشد حکومت پیشین را با چاقو در لوگر به قتل رساندند. رینای امیری میگوید که با بسته ماندن مکاتب بر روی دختران کشور همیشه فقیر و وابسته به کمک میماند. یک دانشجوی هندی که میخواست برای پیوستن به داعش به خراسان سفر کند بازداشت شد. اسپانتا میگوید که طالبان چیزی است که هبت الله آخوندزاده میگوید، نه آنچه لابی های این گروه میگویند. شهروندان کشور با سخنان هبت الله واکنش نشان داده میگویند که رهبر طالبان دیکتاتور و ظالم است. وزیر خارجه پاکستان تاکید ورزیده میگوید که رهبران تی تی پی به شمول گروه گل بهادر در خراسان هستند. زنان معترض میگوید که کشور تحت حاکمیت طالبان به دردسر بزرگ برای منطقه و جهان مبدل شده است. طالبان میگویند که در 6 ماه گذشته 1128 تن در پیمان با جرایم مختلف در هرات بازداشت شدند. یک هیئت بازرگانی پاکستان برای گفتگو با طالبان قرار است که به کابل بیاید. سال گذشته 80,000 مورد ابتلا به بیماری سل در کشور ثبت شده است و داعش مسئولیت حمله بر ارتش نایجیریا را بر عهده گرفت که در نتیجه آن 30 تن کشته شدند. رویدادهای شامگاهی را از خراسان اینترنشنال دنبال کردید. شامتان بهروز.